برای بررسی بیشتر این توافق و تاثیراتش پس از یک سال جان لیمبر دیپلمات پیشین آمریکا در ایران در استودیو با منه و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ماست. ممنون آقایان از هر دوی شما که در برنامه امشب ما حضور دارین. آقای لیمبر، اول از شما میخوام شروع بکنم. همزمان با سالگرد برجام ما میبینیم که لابی هایی هم در کنگره دارن تلاش میکنن که اون رو در واقع باطلش بکنن. فکر میکنید که این همزمانی میتونه معنی داشته باشه یا دلیل خاصی میتونه داشته باشه؟ والا این زیاد تعجب نداره. ما از اول مشاهده کردیم که هم در واشنگتن هم در تهران مسئله برجام یک مسئله جدلی بود، یعنی گروه های مختلف سرش خیلی بحث میکردن و یه عده خوب مخالف بودن. چرا مخالف بودن؟ به نظر بنده اینا مخالف محتواش نبودن. شاید 95 اگه مخالف اختلافی داشتن یا مشکلی داشتن با محتوای برجام، شاید اون 5% مخالفین بوده. اونایی دیگه مخالف با تغییر روکرد و تغییر روش 35 ساله مخالف بودن، اینا بالاخره عادت کردن، حالا به نتیجه میرسیدن یا نمیرسیدن کاری نداشتن، ولی به اونا عادت کردن. ولی دیدن که نه، یک راه دیگه هم وجود داره و این راه مذاکره و تعامل، و این راه ممکنه به یه نتیجه میرسه. اینا مخالفتشون از اونجا شروع شده. بله، کما اینکه میبینیم این روزها در کنگره جلسات زیادی هم وجود داره در ارتباط با ایران. آقای محمدی، از شما میخواستم بپرسم که برها شما نظراتی داشتید درباره حفظ تحریم ها علیه ایران. آیا فکر میکنید که با گذشت یک سال از برجام هنوز فکر میکنید یا این امید رو دارید که این توافق ملغا بشه؟ من فکر نمی کنم ملغا بشه، اما همیشه جا برای انتقاد از دستاوردها یا بررسی شکست های برجام همیشه وجود داره. در یک سال گذشته اتفاقا این برنامه ابعاد خودش رو بیشتر روشن کرده، هم در رفتار جمهوری اسلامی، هم در انتظارات، هم در اهدافی که برای این توافق مطرح شده. امروز ما روشن‌تر میتونیم در مورد این برنامه صحبت بکنیم. من معتقد هستم که از ابتدا دولت آقای اوباما در پی این بود که، یعنی یکی از اهداف بود برای مجموعه مذاکرات، اینکه جمهوری اسلامی رفتار مسئولانه تری در برابر جامعه جهانی داشته باشه، در برابر دیگر کشورها داشته باشه، نوعی عادی سازی صورت بگیره، حداقل در بخش‌هایی در رفتار جمهوری اسلامی. ما شاهد چنین چیزی نیستیم. در همین هفته گذشته مرتباً قایق‌های توپدار جمهوری اسلامی، سپاه، کشتی‌های آمریکایی رو مورد تهدید قرار دادن با نزدیک شدن به اونها. نکته دوم بحث کنترل برنامه‌های تولید سلاح کشتار جمعی بوده در جمهوری اسلامی، که برنامه موشکی جمهوری اسلامی کاملاً نشون میده که چنین هدفی محقق نشده. مسئله سوم بازداری برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود از تسلیحاتی شدن و رفع ابهامات، اما همچنان جمهوری اسلامی بنا به گزارشی که یکی از نشریات آلمان منتشر کرد، همچنان در پی خرید موادی هست با کاربرد دوگانه. برخی از ابهاماتی هم که در برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود و مسئله راستی آزمایی، اونها به درستی به نظر من انجام نشد، چون بررسی پارچین به خود جمهوری اسلامی نمونه برداریش. البته آقای محمدی، بر اساس حالا بیانیه‌هایی که هم وزیر انرژی آمریکا امروز به مناسبت اولین سالگرد برجام منتشر کرده، هم وزارت خزانه داری، در واقع معتقدن که با این توافق جهان امن‌تر شده و فعالیت‌های ایران محدودتر شده. حالا بحثم باز با شما پی می‌گیرم آقای محمدی. می‌خواستم این سوال رو از آقای لیمبرت بپرسم که ما الان در آمریکا الان در بحبوحه و گرماگرم بحث‌های انتخاباتی هستیم. به هر حال مسئله مبارزه با داعش هم در اولویت‌های دولت باراک اوباما وجود داره. ما فکر می‌کنید که مجموعه اینا شاید یه قدری هم مشابه سوال اول هم باشه، ولی با مجموعه اینها ما می‌بینیم که قانون‌گذاران آمریکایی به شدت روی مسئله ایران و این توافق تمرکز کردن این روزها. خب درسته، ولی خب حالا ما می‌بینیم که در هر جا این در سیاست داخلی انعکاس عمیقی داره. یعنی بحث که سر برجام هست
بیشتر در صحنه‌های سیاست داخلی انجام میشه. همینطور که اومده با مسئله داغی شده بود در چیز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همون بحثایی که تو ایران هست و حتما در انتخابات آینده بازم یک مسئله به اصطلاح جدلی میشه. همین مسئله برجام که گفتی آقای محمدی، این سوالم از شما میخوام بپرسم که حالا گفتید که حالا لغو برجام که ممکنه نباشه، اما فکر میکنید که چنانچه یک تغییرات اساسی در این توافق صورت بگیره چطور میتونه به سود مردم ایران باشه؟ ببینید، من در ادامه صحبتایی که در بخش اول داشتم اون بحث راستی آزمایی رو خدمتتون عرض میکردم. وقتی که نمونه برداری از سایت پارچین به خود جمهوری اسلامی واگذار میشه، طبعا مشخص هست که این توافق به خوبی در حال اجرا نیست. اما از حیث چرخ زندگی مردم که آقای روحانی در کارزارهای انتخاباتشون مطرح کردن، ما در یک سال گذشته شاهد هیچ تغییری در زندگی مردم نبودیم. همچنان منابع کشور صرف 4 مسئله میشه در ایران: 1 اتلاف، 2 فساد، 3 امتیازات حاکمان و 4 هم کشورگشایی و تنش‌زایی در منطقه. در زندگی مردم نتایج حاصل از برجام چندان روشن نیست. هم سیاستمداران امریکایی و هم دولت آقای روحانی مرتبا این رو به آینده ارجاع میدن که این به تدریج نتایجش رو روشن میکنه. اما در طول یک سال گذشته حداقل با بازگشت برخی از درآمدهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ما شاهد تغییری در زندگی مردم نیستیم. اما اگر در آینده بخواهد تغییراتی در این ماجرا صورت بگیره، به نظر من 1 مسئله اعمال هست، مسئله راستی آزمایی هست، و مسئله دوم هم این که در شرایطی که امروز جمهوری اسلامی قرار داره، در گذشته هم به همین ترتیب بود، در شرایطی که کشور در حال ورشکستگی بود، توافق بهتری رو میشد از جمهوری اسلامی گرفت. در آینده هم به نظر من حالا لغو برجام غیر ممکن هست در شرایط امروز، چون یک توافقی است که چندین کشور درش مداخله داشتن، شورای امنیت هم این رو به تصویب رسونده، برخی از ابعادش رو لغوش غیر ممکن هست، ولی تغییراتش ممکنه در خیلی درش صورت بگیره. فقط آقای محمدی نمیخواستم صحبتتون بپنم، اما در مورد وضعیت زندگی مردم ایران، خب برخی از کارشناسان و از جمله استیون مال که مصاحبهش رو دقایقی پیش دیدیم معتقدن که خب 6 ماه فرصتی نیستش که واقعا این تغییرات اساسی در زندگی مردم ایران ظاهر بشه. آقایون، از هر دوی شما ممنونم.